در قضیه هر ابن یزید خب کافی بود که وقتی که حضرت با اونها برخورد می کند و روبرو می شود کاری به اونها نداشته باشه خب این خود اونها خود به خود از بین می رفتن. یا اینکه فوقش با یک ساعت برخورد دیگر چیزی باقی نمیمون تشنه بودن گرسنه بودن از حال رفته بودن نمیتونستن مقاومت کنن ولی سید و در اون موقع به اینها آب میده به همه میگه مشک ها را در اون منزل قبل از آب پر کنید بیشتر آب بردارید که ما لازم داریم پس معلوم حضرت میدانسته که در مقابل این هر با افراد میان از همه این مطالبم هم اطلاع داره وقتی که میان به اینها آب میدن به اینها این برای چیست این برای این است که امام علیه السلام میخواد بفهمد این مسئله را به ما که ما به دنبال تکلیف هستیم نه به دنبال اینکه چه نتیجه ای مترتبه بر این می شود نتیجه دست ما نیست نتیجه دست خداست اون چه که ما به دنبال او هستیم اون عبارت است از احیا و زنده کردن اون صفات الهی و صفات ربوبی الان این فرد تشنه است و این نیازمنده به کمک دارد. خداوند رازق است. من هم باید در اینجا به این کمک کنم و این را از مرگ نجات بدهم و آن صفات ربوبی را در اینجا پیاده کنم. ترجمه کنید. اون صفات را در وجود خودم در این زمینه و در این موقف پیاده کنم لذا همه اینها را سیراب می کند و سیراب کردن اینها باعث می شود که قضیه کربلا پیش بیاد خب حضرت می توسن اینها را آب ندن و قضیه کربلا هم پیش نداد خیلی راحت اگر ما بودیم چه می کردیم همین کارو می کردیم فوقش اینها رو رها میکردیم کاری نمیتونستن بکنن حالا نه اینکه اینها رو از زمین ببریم اینها رو به حال خود رها میکردیم دیگه آب بهشون نمیدادیم که اینها رو دوباره احیا کنیم پس بنابر این سید و شهدا در داستان کربلا به دنبال احیاء اون ارزش انسانی و ملکوتی و نورانی و ربوبی بودن که اون ارزش ها در این زمینه به این شکل تجلی پیدا میکنه در رفتار اون حضرت در کردار اون حضرت در صحبت های اون حضرت به صور مختلف این نمود پیدا میکنه و برای انسان جلوه پیدا میکنه